سلام دوستان، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید، اگه برنامه رو دوست داشتید شیر کنید و لایک کنید، ممنون. داستان شکارگران. پسر گرامیم، آنچه ما دوتن را به هم پیوسته است سرنوشتی شگرف و شگفت است. من در تو انسانی شهرائین را میبینم که وحشی شده است. تو در من مردی وحشی را میابی که روح بزرگ خواسته است که شهر آیین بشود. در میان ما دوتن که هر یک به آهنگ و اندیشه دیگرگون گام در پهنه زندگی نهاده ایم، تو آمده ای که در جای من بیارامی و من بر آن شدم که در جای تو آرام گیرم. از این روی ما دوتن میبایست از دو دیدگاه ناهمساز جهان را نگریسته باشیم، دو دیدگاهی که یک باره با یک دیگر متفاوتند. کدام یک از ما دوتن، تو یا من، بیشترین سود را از این دیگرگونی و جابجایی برده ایم یا بیشترین زیان را از آن دیده ایم؟ این رازی است که تنها دیوان و پریانش می دانند. پریانی که کم دانشترینشان بیش از تمامی مردمان به یک بارگی از خرد و فرزانگی بهرمند و برخوردارند. در ماه آینده گلها 70 برف و 3 برف افزون بر آن از زمانی که مادرم بر کرانه مشاسبه مرا به جهان آورد سپری خواهد شد. در آن زمان اندکی بیش نمی بود که اسپانیاییان در خلیج خرد پنساکولا جای گزیده بودند. اما در آن هنگام هنوز هیچ سپید پوستی در لوئیزیان نمی زیست. در آن روزگاران، آنگاه که من دوشادوش پدرم راه می سپردم و او با قبیله قدرتمند فلورید نبرد می آزمود، هنوز بیش از 17 برگریزان از زندگانیم در نمی گذشت. ما به اسپانیاییان که همپیمانان من می بودند پیوستیم. پس پیکار برکرانی یکی از شاخه های موبیل در گرفت. آراسکویی خدای جنگ و مانیتوها با ما دمساز و انباز نبودند. دشمنان بر ما چیرگی یافتند. پدرم جان را من دو بار آنگاه که او را پاس می داشتم و در نبرد به یاوریش می شتافتم زخمی شدم. آه چرا من نیز همراه با او به سرزمین جنها راه نکشیدم؟ اگر چنین می شد می توانستم از شوربختی ها و ناکامی هایی که بر زمین چشم بر راه هم می داشتن بر کنار و در امان بمانم. ارواح به گونه دیگر فرمان دادن. من همگام با گریزندگان به سن اگوستن رانده و کشنده شدم. در این شهر که اندکی پیش از آن به کوشش اسپانیاییان بنیاد گرفته بود، از آن بیم و باک می داشتم که مبادا مرا برو باین و برای کار دشوار به کانهای مکزیکا گسیل دارند. در این گیرودار پیرمردی از کاستیلان به نام لوپز دل بر برنایی و ساده دلی هم سوزانید و در گوشهی به من پناهی داد. او که خود همسری بر نگذیده بود، مرا به نزد خواهرش که به تنهایی باوی میزیست برد. آنان هر دوان پاک و بیدریق به من مهر ورزیدند. مرا با دلسوزی و نوازشی بسیار برآوردند و پروردند. آموزگارانی از هر گونه را به آموزشم برگماشتند. اما پس از آنکه 30 ماه را در سن اگوستن به سر آوردم، از زندگی در شهر دلخسته و بیزار شدم. آشکارا فرو می‌کاستم و اندک اندک از میان می‌رفتم. گاه دیرگاهان تندیسوار در جای خود می‌ماندم و با نگاهی خیره بر ستیق جنگل‌های دوردست دیده بر می‌دوختم. گاه می‌دیدندم که بر کناری رودی نشستم و خموشانه گذر آب‌ها را می‌نگرم. در آن هنگام بیشه‌هایی را فراچشم می‌آوردم که رود از میانه آنها فرا گذشته بود. آنگاه دل و جانم به یک بارگی از درد بی کسی و تنهایی سرشار و گرانبار می شد. من که دیگر یارای آن نمی داشتم که آرزوی بازگشت به پهنه طبیعت و بیابان را در خود فرو می رانم، بامدادی به نزد لوپز شتافتم. در آن هنگام جامه های بومیم را در بر کرده بودم، به دستی کمان و ترکشم را گرفته بودم و به دستی دیگر جامه‌های اروپاییم را. سر در پای سرپرست و پرورنده بزرگوارم سودم.
و در آن هنگام که سیلاب اشک از دیدگانم فرو می ریخت، جامه ها را به وی باز پس دادم.